سلام، سلام، چطوری؟ قشنگ. من تاره نور رو چک کردم. تازه اینا الان باز تاریکم. ببین کارادا، ببین کار دا. الان اینم هم هی میخوره به این اصلا به همه رن. ایز اوکی. نه میخوره به میکروفون. خب الان اینطوری هم فشن شد. یه گوشواره بلند، یه گوشواره تتری. چه چشای خوب شنگی؟ مرسی، خیلی ممنون. پای بازی موقع که میخواستیم برنامه رخت شیرین رو براش اسم انتخاب کنیم، یکی از گزینه های انتخابی من پای بازی بود که فارسی باشه، ایرانی باشه، نمیدونم پارسی باشه، فارسی باشه، هر چی که شما میگین باشه، آریایی باشه، ولی خب دیگه رخت شیرین شد. خوبی؟ همه چی خوبه؟ بله، یه لحظه بس ماینم نوره رو میتونم زیادتر کنم. چشم. برای عزیزان دل یه پست گذاشته بودم که گذاشتم یه روز پیش، سه تا سوال توش پرسیده بودم که من و مارال قبلا مثلا راجبش صحبت کرده بودیم و اینها، و خیلی خیلی پاسخهای بالی دادین. ممنونم از اینکه انقدر اونایی که پاسخ دادین توی اون چیز درخواست من چیز کردین، گفتم مختصر و یه جمله ای و اینا، همه واقعا این کار کردین، دمتون گرم، یعنی اصلا خیلی افتخار میکنم بهتون. بعد چیزه و از توش جوابای باحال و جالبی در آوردیم و قراره که با هم یکی یکی بریم جلو. حالا اون وسط شاید بحث مثلا به این اونم بکشه، به جاهای دیگه هم بکشه. بعد اینکه توضیح بدم به این در مورد سوال اول که گفتیم چی، سوال اول این بود که خط قرمز شما در دوستی چیه. یه چیز جالب، حالا قبل از اینکه اینو بپرسیم مراد، من نوشتم خط قرمز و اینا برای اینکه همینه دیگه، لاین تو کجاست، یعنی کلا برای من هیچ تعریف غیر از اینی وجود نداره وقتی اینو میگی، که یکی از دوستای عزیز به من زد که خط قرمز نباید بگی، باید بگی، نه نگفت چی باید بگی، گفت خط قرمز نمیدونم از اون سال انقلاب که آقای خمینی یه چیزی گفته و اینا شروع شد. I was like what؟ خط قرمز همیشه معنیش همین بوده که border، مرز تو. آره. تو یک چیزی کجاست که مرز رو رد کنه. اصلا هم اینم باشه این اینا یعنی سایز تکنیک حالی حواشی رو به نظر من نبوده. آره خب اینقدر چیز مهمتر هست الان بحثشو بکنیم، که گفتم که حالا بچه ها بهتون بر اینقدر همه زود به همون بر نخورم. خب حالا چی شد که ما گفتیم خط قرمز چی شد؟ ببین، یک اتفاقاتی قبلا افتاده بود بین آدم های مختلف و این سوال در ذهن ما جرقه زد که این داستان شد که ما خیلی هم آدم باشوری هستیم به مسائل دوست اینو یادتون نره میکنیم. بله، این که تو تصور کن، اگه حتی تصور کردنش سخته، من شیرین که دوست تو هستم، شما و انفلوئنسرم هستم، خب یعنی نه، حالا دارم شوخی میکنم، ولی حساب کن شما کسی هستی که حرفت توسط تعداد بیشتری از افراد دایره زندگیت شنیده میشه، خب و یه پلتفرمی هم داری که خیلی ها شاید تو رو، حرف تو رو واقعا حساب کنن، یعنی مثلا تو زندگیشون به کار ببرن هرچی. بیام بگم که مثلا مثال میزنم الان صحبت خشونت علیه زنانه، مثلا بگم که نه همچین چیزی نیست چون به من این اتفاق نیفتاده، من تو زندگیم آدم بودم که از امتیازاتی برخوردار بودم، شانس داشتم و مورد آسیب خشونت علیه خشونت به هم نشده از طرف مردان و اینها، بنابراین این چیزی به اسم خشونت علیه زنان وجود نداره و اونطوری هم که میگین نیست. آیا اینجا برای تو و اینو به چیز مخاطبین هم اعلام میکنن، پریچ میکنن؟ ببین اصلا حالا اتفاقا دقیقا الان حرف خط قرمز دیگه. آره، یعنی اینی که این چیزی که برای همه فرق میکنه نسبت آره. به این که تو چه چیزایی، یعنی اولویت بندی ارزش ها و ضد ارزش هات برای خودت چیه.
نسبت به اون من یه کسی رو اگر اون چیزای اصلی که برای من مهمه نداشته باشه یا خطر رو رد بکنه یا به هر دلیلی ضد اون باشه، من باهاش مشکل دار میشم به عنوان دوست نزدیک، به عنوان دوست. یعنی مثلا تو به من بگو من الان این کار کردم، مثلا شما چی کار میکردی؟ موضوع اینه که اگه شما بیای بگی که آقا من آدم خوشبختی بودم و تا حالا مورد خوش اینایی که میگی رو متوجهش نشدم، چی میگین؟ اینو من نمیگم که خط قرمزی رد کردی، ولی اگه مثلا بگی که نه شما خودتون چیز کردین، اصلا اینا که میگی نیست، بی خودی خودتون رو نزنین به مظلوم بازی، من که ندیدم. این خیلی فرق میکنه با هم دیگه. اولیه تون شانسی که داشتی و امتیازایی که میگی شرایط زندگی شرایط واسه من اینطوری اینجوری بوده، من تا حالا ندیدم، ولی خب چی من به من بگی من بدونم. اون یکی یک حقانیت به خودش میده. آره، حقانیت به خودت میده و خودتو خیلی مهم میبینی و فکر میکنی که هر اتفاقی که برای تو افتاده یا نیفتاده سنده، یعنی به همه چیز داره. حالا این مثال خیلی خاصه، این مثالیه که چون به قول تو الان صحبتش زیاد هست و موضع هر دوی ما رو ما میدونی که این مثلا بگیم مثلا من این آدم کسی که اگه توی شیرینی که دوست من این حرف رو بزنی، من فکر نمی کنم که باید ریشت رو بزنم، ولی دیگه اصلا نمیتونم باهات دوستی نزدیکی داشته باشم وقتی که یه چیزای خیلی مهم پایه‌ای که برای من مهم پایه‌ای رو نداشته باشی، من خود به خود نمیتونم. مثلا من آدم خسیس نمیتونم باهاش دوستی نزدیک داشته باشم، نمیتونم، یعنی انقدر واسم اون آدم شرکه، کوچیکه، بی خوده که معاشرت ممکنه در حد جمعی بتونم باش بگم تف، ولی دوستی نمیتونم بکنم به خاطر که در باور من، یعنی مثلا این یکی از چیزهای ستونهای باور منه. آدم خسیس واسه من نجسته، کسی جوریه چون فکر میکنم کسی که تو پول خرج کردن خسیسه، نه که کسی که فکر میکنه به خرج کردن، کسی که تو پول کردن خرج کردن خسیسه، تو محبت کردنم خسیسه، تو دوستی کردنم خسیسه، تو قدم مثبت در بقیه برداشت کلن خسیسه. من چیزم اینجوری. یه چیز جالب توی جوابه که ما جمع کردیم اینه که 90% جوابا دروغ بود، که توی به نظر من خیلی خوبه که خواستن شاید مختصر چون جواب بدن مثلا گفتن دروغ، ولی زیر چتر دروغ خیلی از این حرفایی که مثلا ما داریم میخواییم بزنیم یا زدیم میگنجه. مثلا خیلی ها گفتن دورویه، خب دورویی زیر دروغه، زیر دروغه. نمیدونم سوء استفاده نکردن از این اعتمادی که ما به هم داریم، اینم زیر چتر دروغ قرار میگیره. یکی دیگه از چیزایی که گفتن احترام به عقایده، اینی که به عقاید من احترام بذاره. احترام به عقاید، مرز این احترام به عقاید باز کجاست؟ اینم چه عقایدی؟ چه عقایدی؟ دقیقاً. و سوالی که از خیلی‌ها من پرسیدم، یعنی حالا خیلی‌ها نه چند تایی من پرسیدم، گفتم حتی اگر عقیده هیتلری هم داشته باشه اوکی. و خب مثلا خیلی اینطور بودن مثلا برای که مثلا چیز کرده اینا، ولی یکی از کسایی که بهش گفتم گفت اگه به من کاری نداشته باشه آره. آها، گفتم پس شما خود هیتلری. این برمیگرده دقیقا به طرز فکر همون مثال اولیه که زدیم. اگه با من کاری نداشته باشه، اگه به من ضربه ای نزده باشه، اگه من متوجهش نشده باشم، باش. مثل این که توی این مدت بعد از همه این اتفاقایی که تو از آمریکا شروع شد و این قتل فلوید و اینا، اونم یکی از بحثایی بود که خیلی داغ بود دیگه، یعنی داغ توی این مدت. داشتم با یه دوست سفید پوست انگلیسیم حرف می‌زدم راجع به این. بعد من گفتم ببین یک سری از این چیزا رو من شخصا نمیتونم راجع بهش نظر داشته باشم، برای اینکه من
حالا باهاش مواجه نشدم. من نمیتونم نسخه بپیشم برای اون، برای در حالی که به نظر من این چیزی که خیلی رایجه اینه که ما بدون اینکه توی کفش کسی باشیم براش راه میریم. حالا این چه برای یک فرد باشه، چه برای یه اتفاق اینجوری که یک جمع خیلی عظیمی رو شامل تحت دست. مثلا من داشتم گفتم که من تنها کاری که نسبت به مطالعات تاریخی، نسبت به چیزایی که الان دارم میبینم، خوندم، دیدم، اینا فقط میتونم به عنوان کسی که الان تو این موضوع این ظلم بهش وارد نمیشه و ولی کسایی که این ظلم بهش وارد شده بلند شدن، من تنها کاری که میتونم بکنم اینه که گوش بدم به حرف اینا و با اینا همراه بشم. نه اینکه بگم حالا اونقدرم، حالا مثلا مجسمه برده فروش بالا سرتونم بود که بود، من نمیدونم اون به اون آدم چه حسی رو میده، پس من نمیتونم راجع بهش نظر بدم. یه چیز جالب بگم حالا در مورد این موضوع، داشتم امروز تو با ستوریای مختلف رو نگاه میکردم. سحر سرگلشنی یه دونه پست شیر کرده بود که یه میکاپ آرتیست ایرانی تو کاناداست، یوتیوبر بوده اینیشالی، یه پست از یه آرایشگر ایرانی که تو دبی مقیم هستش و به اشتراک گذاشته بود که آرایشگر اومده گفته که حالا که صحبته مثلا خواسته قدمی در راستای حمایت برداره ها از بلک لایوز ماتر، ولی اومده گفته که حالا که صحبت از حمایت از سیاه‌پوستا و زندگیشونه و اینا، بیاین آرایش شکلاتی بکنیم. Oh my God. و خودش رو برمیداره تیره میکنه. آره اینجا جرمه، این قشنگ آره جرمه، ولی خیلی ها شاید ندونن چرا این جرمه، چرا این بده، چرا این حمایت نیست. دلیلش بگو. ببخش بکنم تمشید. من میخواستم نظر خودم رو بگم. دلیلش اینه که ما درست نیست از یک چیزی که وقتی ما توی اون کوالیتی، کیفیت یا صفت یا حالتی که داریم تصمیمی نداشتیم و اون جوری که هستیم یکی برداره فقط قشنگاشو انتخاب کنه. مثلا تو اگر رنگ پوست تیره دوست داری بیای بگی من رنگ پوست تیره میکنم، ولی مثلا متوجه نشی اون رنگ بحث مرگ و زندگی آدم هست. آره، ولی اینی که سفید پوست تا پوستشون رو تیره میکنن و انقدر مسئله است، لایه های دیگه ای هم داره. و ببین آخه، و میکاپ، این میکاپ نیست، مثل اینه که اسید بریزن روز مثلا کسی که صورتش اسید ریخته، بعد من میکاپ آرتیست بگم امروز میخوام آرایش از صورت اسیدی داشته باشم. نه چرا؟ نه اون انتخاب خودش نداشته. نه اون یک فاجعه ایه که برای که اتفاق افتاده، این یک رنگ پوستیه که داشته، فاجعه آره، نیست. ولی فاجعه نیست. من نه میگم منظورم ولی نه منظورم انتخاب نداشته بین این که آره، ولی مقایسه این دوتا رو میگم الان تو این تا اونجا تو موافقم، ولی مقایسه این دوتا به نظر من چیز نیست به خاطر این که مثل اینه که چه میدونم، یعنی رنگ پوست یک نفر با اینی که یک اتفاق فجیعی براش افتاده و ما بیایم خودمون رو شبیه اون بکنیم یکی نیست. من واقعا متوجه نمیشم. شاید من بد دارم منظورم به من میگم. ببین من نمیخوام اینا رو توی یک مرتبه یک لول قرار بدم. اصلا جاشون توی بحث نیست منظورم. ببین چیز این که سیاه، اینی که سفید پوست رنگ پوستشون رو سیاه میکنن که شبیه سیاه، نه اینکه من میرم برنزه میکنم که پوستم تیره بشه. این میکاپی که حالا توی خیلی وقتا توی مثلا هالووین میکنن این کارو، یا جاهای دیگه، یعنی دیدی که وقتی هم هر وقتی که یه آدم معروفی و این کارو کرده چقدر خبرساز شده. مثلا چند وقت پیشا جاستین ترودو نخست وزیر کانادا ازش یه عکس اومد که مثلا تو جوانی رفته بود توی بالماسکی شبیه علایدین اومده خوش بکنه، پوست سرش رو سیاه کرده. خب چه سر و صدایی و آره. اینی که سفید پوست رنگ پوستش رو سیاه میکنه انقدر چیز مهمیه به خاطر پیشینه تاریخیه که رنگ، یعنی سیاه کردن پوست داشته. مثل آره. همون چیزی که
چه میدونم حاجی فیروز و الان حاجی فیروزه اما نوروز کدومش آره حاجی فیروز حاجی فیروز آره. چقدر الان ما داریم تازه داریم یاد میگیریم که آقا این خیلی هم کار چیزی نیست به خاطر بار چی میگن سیاسی اجتماعی تحقیری که آره. اون موقع با خودش داشته، یعنی مثلا وقتی که میخواستن چه میدونم یک سیاه پوستی رو توی یه فیلمی یکی بازی کنه way back when هزار سال پیش که سیاه پوستا رو بازی نمیدادن توی چیز ولی یه سفید پوست باشه سیاه میکرد سیاه میکرد و فقط یک کاراکتر مشخص و آره دونی بهشون میدادن دقیقا برای آره. این یعنی این چیزا همش یعنی تاریخ خیلی طولانی داره که چرا اینی که ما بگیم آرایش شکلاتی بکنیم انقدر، ولی یه آدم مثل ایشونو من شخصا خیلی فکر میکنم که خب نمیدونه، نه احتمالا نمیدونست هم درک میکنم که نمیدونه میدونی، ولی یه آدم مرفه بیرون از ایرانم چیز کرده تحصیلاتی چیز کرده که میدونم نه این که بگم مرفه بودن به تو چیز یاد میده ها، ولی مرفه بودن این آپشن ها الان داری راجع میکاپ آرتیسته صحبت میکنی؟ نه میگم یه کسی مثل میکاپ آرتیسته رو من درک میکنم که ندونه و این کار رو از ندونستنه. من مثال دومت راجع به کی بود؟ راجع به مثال که اون اول زدیم یک آدمی که در واقع نگاهش به اطلاعات مختلف بازه، آپشن اینو داره در جامعه ای و در دنیا زندگی میکنه که باید بدونه و به نظر من آدمیه که مثلا شما میکاپ آرتیست میگی دیگه فقط تو دنیای میکاپ داره به سر میبره، آره. ایشون ادعای مثلا مطالعه و ایناش هم میشه آره اونو من وقتی که من اونو فکر میکنم که یعنی اگه این میکاپ آرتیست دوست من بود و یه کار انجام میگم من احساس میکنم که خب باید باش حرف بزنم. آره آره 100%. مثلا منم اینطوری نبود خشمم اینطوری بشه، فقط برام عجیب بود که آها ولی یه کس دیگه یه کس یعنی شرایط آدما بازم باعث میشه که تو فکر کنی که الان خطر رو رد کرده، حتی که تو مرزی که تو بر خودت داری یا اینی که تو الان یک موقعیتی در برات چیز شده حاضر شده که تو به یکی چیزی یاد بدی یه کتابی بدی یکی بخونه فقط ولی مثلا من خودم تو مرزات چیه؟ تو مثلا یکی چی داشته باشه نمیتونه؟ من مرزام مثلا آخه ببین مرز وقتی داریم صحبت میکنیم این نیستش که مثلا اگر آدم در سر آدم در سطح فکری من باشه، یعنی بتونیم با هم حرف بزنیم و اینا، مثلا باشه نباشه اون اون اول انتخاب میکنی دیگه همون این آره آره این اینه که مثلا... تو با یکی دوستی آره. داری میکنی یهو یه اتفاق میفته که ببین مثلا فکر من فکر باید... با معیارها و اخلاقیات انسانی که برای من مهم هستش همخونی داشته باشه. مثلا من اگر بفهمم تو نژاد پرستی دیگه دوست صمیمی من نیستی، شاید مثلا این توی نه شاید مثلا نه آنفرندت بکنم یا چی نمیدونم، شاید اگر نژاد پرست باشی دفنیتلی آنفرندت میکنم و باید دیگه کاری ندارم، باید سلام علیک میکنم اگه ببینم مثلا با دوستم. ولی مثلا نژاد پرستی یکیشه، ضد ماینوریتی بودن ضد اقلیت ها بودن جزشه. دروغ که خب دیگه دروغ دیگه همه اینا تو دروغ میگنجه کلیش. موضوع اینه که تو چیه؟ دروغ به من گفتم یکیش واقعا خصاصته. آها آها یعنی اصلا از طرف ای میشم. ولی آره مثلا من هیچ جوری نمیتونم سه نژادی رو نگاه نژاد پرستانه رو هندل کنم. نمیشه. ولی برخوردم با آدم ها نسبت به شرایطشون فرق داره. یعنی مثلا یه کسی که از ایران میاد چون
یه بارم حرفشو زدیم. آره. به خودم رجوع میکنم وقتی که از ایران تازه اومده بودم که چقدر آموزش راجع به این موضوع نیست. حتما نیست. الان بیشتر هست چون الان بیشتر حرفش زده میشه، الان دسترسی بیشتر دارم، ولی باز کمه. آره. برخورد من نسبت به کسی که یک حرف نجات پرستانه، یک حرکت نجات پرستانه میکنه و تازه از ایران اومده، با کسی که اینجا زندگی میکنه خیلی فرق میکنه. ایرانی که اینجا زندگی میکنه نه غیر این، یعنی شرایط آدم ها میفهمم. آره باید مثلا ایرانیات فکر میکنم باید بهش بگم آقا خب نیم. شاید مثلا حرکت اولت این نباشه مثلا دیگه برو خونت. آره. ولی کسی که اینجا داره زندگی میکنه خب مطمئنا شرایط برخوردم باش فرق. دروغم، دروغ کلن ببین آخه وقتی میگیم دروغ آخه چه دروغی؟ انقدر چیز ویگ باز. آره. مثلا اگه من مثلا اگه تو بفهمی من با پانی داد و تای رفتیم بیرون بهت نگفتم چی میشه؟ هیچی نمیشه. میدونم. نه نه همون منظورم اینه که دروغ انقدر معنای بزرگی داره. آره. مثلا من بفهمم آقا مثلا مرد تو دروغ کجا دستم بنده نمیتونم حرف بزنم ولی حوصله ندارم جو نشسته، خب حوصله نداره دیگه. ولی اگه یعنی اندازه دروغه و عمق دوستی خیلی آره. تصمیم گیرند از تو اینی که تأثیرش چی باشه. بله به نظر من بریم سراغ سوال بعدی. یه چیزم هم خواستم بگم. اون دوستی که گفته بود به باورا چیز کنن، به باورام یا نمیم چند نفر بودن، من اصلا اینو چیز ندارم. یعنی من به احترام بذاره به عقایده احترام، آره احترام بذارم. این که ببین تو اگر من یک عقیده داشته باشم که حالا با مال تو یه ذره متفاوته، ما داریم کلی نظرهای مختلف با هم دیگه داریم، بله من به نظر تو احترام میذارم و تو رو با تفاوت‌های آره دیگه همینه که مرز این احترام کجا سوال میشه. ولی اگر همون دقیقه همین این مثلا همین چیز نژادی یا مثلا آقا من به عنوان یک آدم بیدین خدا ناباور، اگر یک آدمی که باور خیلی سنگین مذهبی داره، نه اینکه این آدم رو بگم چیز نیست یا اون آدم نه اینکه نه، ولی ما خیلی با هم دیگه تفاوت انقدر زیاده که تو از یه جای به بعد عمیق‌تر نمیتونه بشه دوستی من با یه آدم آره. خیلی مذهبیه میدونی؟ آره. ولی اون جاییه که من به عقده اون احترام میذارم برای خودش و باشه برای خودش باشه، ولی خب من نمیتونم بپذیرمش در کنار خودم. ولی یه چیز جالب بگم، نژاد پرستانه است، من نه احترام میذارم نمیپذیرم نه به اون آدم دیگه احترام. ولی یه چیز جالب بهت بگم، الان اینو گفتی یهو یادم افتاد چند روز پیش داشتم میومدم خونه و دیدم که پایین آپارتمان یه دختره بود محجبه مسلمون بود و مثل چیز خب ما تو ایران بهمون چون تحمیل شده و اینا خیلی مثلا حجاب هر چیز میکنه، ولی مثلا خارج از ایران کسی که حجاب میذاره چون اختیاری میذاره دیگه، حجاب هر مدلی که باید حالا تعریف شده توی چیز چارچوبه خیلی حجاب کاملی بود میخوام بگم. بعد این زن جوان بود و داشت خدافزی میکرد از 5 مرد جوان دیگه که دوست داشت بودن و بغل میکردنم و روبوسی کردن خداحافظ اینا. و این تنها کیسی نیست، میخوام اینو مثال بزنم. همیشه برای من سوال بوده که چرا ما توی خارج از ایران مسلمونای خیلی خیلی سفت و سختی میبینیم از نظر رعایت کردن قوانین مذهبشون، خب که از اون طرف مثلا میبینی که بین دوست با دوستهاشون دوستا میشن جزئی از خانواده مثلا. این برای من به نظر من همون چری پیکینگ، گلچین کردنی که تو دوست داری از مذهب. به نظر آره. من شخصا این همون اسلام مدرن و مذهب مدرن و حالا کسی که حالا چه میدونم خب ولی اشکالش چیه؟ اشکالی به نظر من نداره. چون مثلا ببین مثلا تو توی مذاهب
آسمانی که هستش، مثلا مثل حضرت مسیحیت و ابراهیمی، اسلام. ابراهیم. آره، آره. اونا تو مسیحیت هم مثلا تا خیلی وقت پیش همجنسگرایی چیز بود، همه رد جا بود. کاتولیکا، کاتولیکا هنوز، یعنی حتی خب تو مثلا کل جای بعد امریکا هنوز چند روز پیش من داشتم فصل دور جدید این ریالیتی شو کویر آی رو میدیدم که 5 تا مرد جوون همجنسگرا هستن که هر کدومش توی یک زمینه میرن، یک نفر میکوور میکنن، مثلا یه مرده به خودش نمیرسه، یه زنه به خودش نمیرسه، یکیشون فشنه، یکیشون هیر و پوسته، یکیشون کالچر و فرهنگ، یکیشون معمار داخلیه، معماری خونشو. داخلیه، یکی هم آشپزیه. یا مثلا یه هفته باهاش چیز میکنن، خونش رو قشنگ میکنن، تیپش رو درست میکنن. anyway داشتم میگفتم که اینا اولین اپیزودی که دارن توی این فصل جدیدشونه یک کشیشه در فیلادلفیاست که کشیش گیه و یه مرد خیلی مسنی هم هستش، که بعد کشیشه تو ماشین میگه که یعنی اون پسره که سیاه پوسته و کالچر رو باشون چیز میکنه بهش میگه که من همیشه چیز بودم، من همیشه از کلیسا فراری بودم، برای اینکه هیچ وقت پذیرفته نمیشدم به عنوان یک همجنسگر و اینا، و اصلا عصبانیت خشم دارم نسبت به مسیحیت و مذهب و اینا. و این مرده میگه که کشیشه میگه که نه اتفاقا آخه تو ما اینه که مثلا اینه که ما بایبل رو کامل نخوندیم، وقتی یه جاییشو اصلا برای هیچکی نمیگن بایبل رو، تو وقتی میشینی بایبل میخونی یه جاییش میگه که یک مردی رفت پیش مسیح گفت برده من مریضه، چیزش کن، درمانش کن، و از کلمه بیلاود استفاده کرده. بیلاود یعنی این عشق اون بوده، و خب اینجا یعنی و مسیح این کار میکنه و مشکلی هم نداره، پس یعنی که همجنسگرایی اشکالی نداشته. و حالا بگذاریم از کنکاش درون داستان، میخوام یعنی بگم که و مرد کشیشه میگفت ما میخوایم، ما خیلی بد کردیم در طول تاریخ به مردم، کلیسا به مردم خیلی بد کرده و ظلم کرده، مثلا نذاشته همه بندگان خدا باشن و اینا، و ما میخوایم الان همه بتونن یک فضای امنی داشته باشن برای اینکه بیان پرستش کنن و حالا آروم بشن. و من شما میگردم که چرا که نه، این حالا این اتفاقا موضوع جالبیه که بد نیست مثلا یه بار مفصل بهش بپرد. ولی از تا جایی که اجبار نباشه چرا که نه، اگه یکی دوست داره نه. تا جایی که اجبار نباشه اصلا هیچکی به هیچ چیز نداره، خب دیگه اجبار نیست، دیگه اجبار نیست. ولی نه، موضوع اینه که من اگر خودم رو مثلا مسیحی کاتولیک معرفی میکنم، باید قوانین مسیحیت، کاتولیک مسیحیت رو دنبال کنم. آره. نه اینکه اینجاش که به این بخش زندگی مدرن من میخوره، با همه چیزم همخونی داره انجام بدم، اونجاشو ندم. برای این یکیش چی میگم، قزلالا چیز خیلی سال پیش چیز شده بود، قزلالا نه ببخشید، ماهیه که ازش خاویار میگیرن چیه؟ ازون برون. گفتن حرومه چون فلس نداره این. بعد دوباره بیزنسش رفت دست خودشون و اینا، گفتن نه ما یه فلس زیر این گلگلکش پیدا کردیم حلاله. این اینایی که میگن اون فلس زیر اینجاست که یه جوری میخوان بگن که نه بابا، مثلا چون الان پولک آفرین، چون الان کلن مذاهب در بین جوونا مخصوصا در دنیای اینک همتر چیز داره، برای همینو باید یه کاری بکنن که اینا رو بکشن تو، بگن نه مسیح این بوده، محمد اون بوده، چون فلان این بوده. اینایی که مسجد میگه و کلیسا میگه و سنگاگ میگه و اینا این نیست، اینا اشتباه برداشت. نه، به نظر من دقیقا همون چیزیه که داره میگه. اگر شما بهش باور داری فاین، داشته باش، دنبالش برو. و
این تضادایی هم که بین خودت و زندگی کادو مدرن. پیچش نکن بده به آفرین. من. آقا یا بپذیر یا نپذیر، یعنی با آفرین. خودت کنار بیا. برای این اون آدمی که میگی که محجب است ولی دوستای همینجوری پسرش رو روسی میکنه، من برای من این آدم پر از تضاده شخصا، ولی اینی میفهمم که چی برای میگه. خودش اوکی بکنه برای منم پر از تضاده. ولی پر از تضاده. آره برای منم پر از تضاده، ولی ولی خب داره میکنه برای بکنه. خودش باشه دیگه، بکن. موضوع اینه که آها وقتی آها، برای خودش موضوع اینه که میکنه اوکی، نیاد برای من پریچ کنه آها و موضوع خود اینه که برتری بینی دفع. نداشته باشه. دفع. حالا هر دو این پیس مذاهبی اوت. که راجبش صحبت میکنیم، میکروفون رو هم بذارم مسیح بندازم. بنداز، هر دو مذهبی که داریم راجبش صحبت میکنیم، درش امر به معروف نهی از منکر یکی از کارهاییه که تو باید به عنوان آدم دیندار انجام. اینجا جهاوه ویتنس که بخشی شاخه ای از مسیحیت، شنبه شنبه میان در خونت رو میزنن، بله میگه ما مسیح رو آوردیم با تو آشنا کنیم. صبح خیر. دود. یعنی این تا وقتی بر خودشون اوکیه که قدرت دستشون نباشه. هر دوی این دین ها وقتی که قدرت آفرین دستشونه، آفرین. تو در تاریخ ببین که چه کردن. بله حالا ببین اینی چه که کردن، ما چه گوگوریشی سلاخی. میکنیم، نه کلیسا ما میگیم آواز میخونیم، ما مثلا حالا مصلی اینجوری فلان، نه فاین اینا خوبه که خوشگلیاش هم ببینی، ولی با خوشگلیاش فکر نکن اوناش اوتوتو. کلاق و رنگ نکن به من قناری بدی. من نه همین کلاقو با قیمت بالا کلاقو. آقا ساعت آقا. چنده؟ ساعت چنده؟ نه نیم ساعت داریم. اوکی من ساعت دو آخه منم ساعت کاری دو دارم. آها خب میتونیم 5 دقیقه قبلش بریم. حالا نه اوکی آماده هم بس. آقا برسیم به بخش خاله زنکی ماجرا. تخمه رو بیا، تخمه رو بیا، سبزی رو بیا. دنگ پا پیدا شد. چی؟ ببین گروه های چت خانوادگی، بذار من اول توضیح بدم. فامیل داریم و خانواده. فامیل که یعنی مثلا دیگه مثلا عمو عمه خاله دایی کازینا، زنای عمو عمه خاله کازینا دایی، شوهرای عمو عمه خاله دایی، بچه های کازینا، مادر بزرگ ها و پدر بزرگ های زن عمو و زن دایی، شوهر عمه، شوهر خاله، همه توی اون گروپ باشن. انواع اقسام سنها و اصلا تفکرات و اخلاقیات متفاوت، هر چی بخوای دارم برات. خانواده میشه مادر، پدر، خواهر، برادر. حالا مثلا اگه خیلی هم صمیمی بودیم با عمو عمه خاله دایی و از همسران، نه دیگه عمو عمه نه، هم نه همسرای همسرای خواهر برادر. آره. من اول شروع میکنم و شما بگو بعدم میگیم بچه ها چی گفتم. من به نظرم گروه خانواده وجودش خوبه، برای اینکه خب یه چیزی رو میخوای به همه بگی سری میگی دیگه، مثلا یه تکست میدی همه میفهمن. مثلا من بعضی وقتا که سرم خیلی شلوغه خبری ازم نیست، اینا یه ویدیو میفرستم میگم من حالم خوبه دوستتون دارم بوس بای مثلا، یا مثلا یه چیزی خبری میخوان بدنه. یه گروه داریم خانواده بزرگ. من که اصلا توش حرف نمیزنم، ولی همش اینطورم که چرا پستا رو میفرستین، چرا قیمه ها رو میفرستین، چرا پست میفرستین؟ ما هممون اینستاگرام داریم، هممون فیسبوک داریم، هممون توییتر داریم، هممون هم کانال های اخباری رو داریم، حالا اگه بخوایم خبرهای فوری تلگرام رو داریم، چرا اونا رو فوروارد میکنید؟ تق 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 نوتیفیکیشن پشت نوتیفیکیشن. فقط من هر هفته یک بار میرم تو این گروهه میبینم 286 تا نوتیفیکیشن میزنم میره پایین که فقط این نوتیفیکیشن بره. این بود نظر من. نه بعد یه گروه جدید ساختن، بعد این تلگرامه چیز جدید، یه گروه واتساپی هم جدیدن ساختن. این دفعه گفتم حالا که اولشه و اینا منم یه سلامی بکنم، هیچکی جوابمو نداد.
اومدم بیرون گفتم برید بابا، فقط دو نفر جوابم دادن. ببین شما وقتی کشیدین جون، وقتی که این موضوع رو گفتن که دوستان پیشنهاد دادن، من گفتم اینو بذاریم خانواده من فکر میکنن، من گفتم خانواده من هم فکر میکنن، خانواده من این موضوعی که من بارها صحبت کردم با ولی خانواده ها اینو بدونین ما دوتایمو نگفتیم، یکی دیگه به من گفت، دیگه من اینطور گفتم. حالا ماجرای من چی بود؟ یه گروهی در تلگرام چیز شد و از اینجایی که خب هر کی هم یه ور دنیاست خیلی خوب بود، من خودم اولش خیلی دوست داشتم، برای اینکه اصلا با این شروع شد که نامی که از دایام یا خاله هم یه سری ویدیوی قدیمی پیدا کرد، یه تیکه ها اینو اون تو فرستاد، خب خیلی باحال بود، فستلین تجیم خوده مثلا ما هم بزرگم بود بود شد ما هم بزرگم یاد خاطر، بعد همه اینا خیلی خوب بود، یعنی خیلی هم استقبال کردیم و اینا، گفت دیره زر رفت جلو، بعد شد به جوک فرستادن و بعد مثلا تغذیه یه درست و به قول تو خبر و فلان و اینا، من هیچ نگفتم. چهار راه برای درمان سرما خوردگی من هیچ، بعدم از اونجایی که دلم میخواست که با خانواده در تماس باشم اینو هیچی نمیگفتم دیگه، زی گذشت دیگه نه دیگه گفتم، بعد دیدم یکی دو نفر دیگه از خانواده هم با من چیزن، من یه جا گفتم یادم نمیاد کجا، گفتم آقا تدارات را انداختی، گفتم آقا چیز کنیم چیزایی که مربوط به خانواده است و پست کنیم، چون من دوست دارم که این در جریان اتفاقات و در خانواده باشن، ولی این یکی ها نفرست، گفتم باش یه گروه دیگه خوب جوابتو داد گوش کن یه جور پسیو اگرسیو با هم برخورد، یه گروه دیگه ای درست کردن فامیلی فان فامیلی جدی، من بودم تو فامیلی جدی، همه رفتن نه هر دو بود، هر دو بود، ولی من یعنی گفتن که تو فان نیستی برو بیرون، خلاصه اون جدی هم از یه جایی به بعد دیگه جوکی نمیفرستادن توش، ولی مطالب جدی زیاد بود، دیگه گفتم خب چیکار کنم دیگه، یعنی چون نمیخوام قطع کنم، این موضوعیه که هیچ وقت بعد به تازگی واتساپی باز شد، بس تو هم مثل منی به واتساپی باز شد و من گفتم بچه ها، بعد دیگه همه دایی مخاله و اینا گفتم مارا جان تو میخوای باشی اوکی، هر کی نمیخواد نباشه نباشه، چون ولی واتساپ چون فرستادن یه سری چیزا راحت تر، من گفتم نه من تو هم تلگرام، فقط تو رو خدا چیزایی که مربوط به خانواده است رو بذاریم تو اون، حالا تو اینم خلاصه اینم یکی این جوک شده دیگه، یعنی دقیقاً چیزی که مورالی که نگاه نمی‌کنه، بعد تازه حالا یه اینستاگرام هم هست تازگی ها دیدم، یه گروه اینستاگرام، ولی خیلی بامزه است دیگه، یعنی دیگه جوک شده برام، نه آخه جالبه ببین اصلا خانواده با خانواده نبینه اینا، من حالا باز تو من نمیم فضای خانوادگی شما فامیلاتون چطورن اینا، مثلا شاید احساس بکنم تو با خالت اینا خب مثلا یکم دوستی، یعنی دوست رفیق تورین، آره مثلا ما اونجوری نیستیم مثلا با یک سری از فامیلامون و اینا، خب ولی الکی همه پریتند تظاهر میکنیم خیلی دوستیم و اینا هم دوست داریم ما فامیل اونجوری نده، ولی چیز جالب برای بگم ببین 99% ماها الان 236 نفر اینجا هستن، 99% با ما موافقن که این گروه یخت رو مخه، هیچ و به جز همون ویدئوی بچگی رو بخواد یکی بفرسته، مثلا این باید ماهی یک بار توش یکی یه چیزی بگه، بقیه هم باهاش حرف بزنن، نه اینکه هر روز 200 تا مثلا چیز گفته بشه، منم میوته بعد میرم منم میوته آره، بعد 99% خیلی براشون چیز جذابی نداره گروه چت های فامیلی، ولی خیلی ها میگن برای بعضی وقتا خوبه جوک توش هست، نه بعضی خب جوکو دوست دارن و اینا، مثلا 1% هم دوست دارن، ولی یه چیز جالب بگم که ما قریب به اتفاق هممون موافقیم که آقا فضا فقط اونجا برای اینه که یه خاله زنکی توش داشته باشه،
سوالایی که حالا کی ازدواج میکنی، حالا کی میری دانشگاه، حالا دانشگاه رفتی خاله زنکیه دیگه بچه... ببخشید خب دیگه میگم هست دیگه. آها میگی آها فکر کردم میگی مال اینه که خاله زنکی داشته باشین، نه اینکه اینا رو بگن. نه نه میگم آها، هست آها 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 آره بس. میگم که خیلی فرضش اینطوریه، فقط برای اینه که یه آپدیتی از زندگی خصوصی بقیه ما داشته باشیم مثلا، یا جا قضاوت کنه مثلا یکی هم یه چیزی میگه دیگه بعد بریم تو گروه بعدی پشت سرش حرف بزنیم. آره ولی من حالا با اینی که گفتی با... چون همه خانواده پخش و پلان الان ترجیح هم اینه که این گروه باشه با اینکه کلی از مطالب آره بعد ولی... میگم آدم با آدم خانواده فامیل با فامیل هم فرق میکنه. مثلا یکی از بچه ها که میشناسیش حالا ولی اسمش نمیارم گفتش که من اتفاقا خیلی دوست دارم چون خیلی مثلا با عمو اینا و اینا داینا خیلی مثلا جوک میگیم و هم مطلق میدازیم. خودم آها عمو اینا ایران نیستن نه؟ گفت نه. گفتم برای همینه پس شما راحتین که به هم مطلق بگیم. اینجا ما اگه یک به شوخی به یکی یک مطلق بگیم همه میگن چی پرو بود چی بود به چه جرعتی تو مثلا اینو گفتی. نه ما از این حرفا نداریم، ما با هم شما بچه با حالین ما آخه من مثلا اینی که میگم ما من مثلا خالدایی هم فقط یعنی سمت خانواده مادرم با خیلی رفیقیم بابا خیلی خوبه بله میگم برای همین اون حالا یه سری مطالب هم همجوری میاد میخوای ما رو دینای کن میخوای وجودیت ولی این دسته رو دینای کنی چون تو نه. این ام... نه نه من به شما گوش میدم و همدردی میکنی میفهم میذارم که چیز کنیم و سر میکنم که شما همراه بشم در این موزده. وای برای اینکه بانوی ایرانی هستی آریایی بانو تو این نجابتت معصومیتت نجابتت از این کارا نکن نگو ایول نگو دمت گرم یکی بانوی ایرانی نمیگه دمت گرم دمت سر بیمیر دیگه موضوع چی سوال سوم آقا سوال سوم تو حوصله این قسمت نمی گنجه من فکر کنم خودش باید یه اپیزود بشه بگو حالا دوست دختر دوست پسری چی کجاش بیز اند بردز نه پرسته بودم نظرتون راجع به دوستی رومانتیک به طور مستقل یعنی on its own یا اینکه حالا کسی که میخواد ازدواج کنه قبل از ازدواجش نظرتون در مورد این موضوع چیه که خب باز دوباره خدا رو شکر قریب به اتفاق همه میگفتن که خوبه برای شناخت بیشتر و اینها خیلی خوبه آدم باید بتونه مثلا آدمای مختلف بشناسه بتونه تصمیم درستی بگیره برای پارتنر زندگیش از این حرفا ولی خب توش یه سری اگر و اماهایی هستش و مثلا مرزا رو نباید رد کنن یه سری ها یا مثلا اینکه خیلی خطریه بعضی ها گفته بودن اصلا مساوی با مرگ است رابطه قبل از ازدواج در ایران مساوی با مرگه. خب اینم ببخشید رابطه قبل از ازدواج منظورشون رابطه جنسی یا فقط رابطه رومانتیک حتما حالا برای بعضی بابا خب مثلا الان این همه ما قتلای پدر فرزندی داشتیم یکیش شاید دلیلش این بوده و بیرا هم نمیگن برای بعضی ها شاید واقعا همون دوستی با جنس مخالف هم در حالت عادی خودش مساوی با مرگ باشه. برای این من فکر میکنم ما اینو باید بذاریم یه قسمت دیگه و از شما دوست عزیز لطفاً حکمان برای ما ایمیل بزنید ترشحات ذهنی at gmail.com ترشحات ذهنی تشدیدم نداره at gmail.com اگر تجربه ای دارید داستان دارید جوک یه اتفاق بامزه افتاده سر دوراهی قرار گرفتین میخواییم ما نظرمونو بگیم بفرستید ترشحات ذهنی ات جیمیل داستم. نه جدی میگم من الان هیجان زده شدم برای این قسمت رو ما بخواییم ثبت کنیم برای من تو چیز کنم ولی هرچی شما برای ما بیشتر بنویسیم ببینید مثلا دایرکت بزنید ممکنه دیده بشه ممکنه هم نشه چون سخته پیدا کردنش برای همین میگم ایمیل بزنید که هم بتونید و اگر حوصله ندارین تایپ کنید وایس مسیج بفرستین تو همون ایمیله یا میشه؟ ویدئو بفرستین. آره میتونن تو گوشیشون وایس مسیج رو ریکورد کنن صداتون رو ضبط کنین با گوشیتون بعد برید توی به فارسی بذار بعضی آخه گوشیشون به فارسی من سعی کنم
نامه الکترونیکی بفرستین، دکمه ضمیمه رو بزنید، فایل صوتی خودتون رو ضمیمه ایمیل کنید، ارسال. نوکر اکبیر. خیلی خوب. خیلی خوب بود. من اینو این ویدئو رو الان تو آی جی تی وی میذارم، بعد سریع دیلیتش میکنم. نه میذارم، بعد یوتیوب هم میذارم. اوکی. ببین یه چیزم بگم راجع به مرد مدرن که ما امروز مرد مدرن قرار بود بره بالا دیگه، یه سری اشکال فنی داشتیم. آره نشون رو میداریم ولی در آینده نزدیک میذاریم. یه قسمت دیگه میخوایم بذاریم در مورد مادر یا پدر بودن و والد بودن، که این دفعه با یک مادر میخوایم صحبت کنیم که دو تا بچه داره، بچه هاش 4 ساله و 2 ساله هستن و خیلی خیلی نظرهای جالبی رو خواهیم داشت بین ما ستا رد و بدل بشه. با ذرا اونم اگر دارید بفرستین، همچنان ما دوست داریم که مثلا نظرها و داستانه شما رو هم بخونیم. چی میگن دیلما چی میشه؟ دوگانگی؟ دوراهی؟ نه دوراهی، دوراهی هستی، داستانهای دوراهی سر دوراهی هستی در برامون بفرستیم، ما دوست داریم نظر بدیم چون با شعوریم. بچه ها برید یوتیوب هم سابسکرایب کنید، 13 نفر دیگه مونده، مونده 1000 تایی بشیم. خانواده ما در یوتیوب رو همین دیگه. آره برید سابسکرایب کنید، منم برم میتینگ بعدی. مرسی که با ما همراه بودید. مرسی که همراه ما بودین. نماسته. نماسته. نبسته. چی بسته؟ بسته یا نه؟ خدافظ. خدافظ. بای.